به بخش دیگری از افق‌های درخشان خوش آمدید. در این برنامه زیر چتر کلی آموزش و دموکراسی مباحث مختلفی رو با مهمانانمون در میان می‌گذاریم. یکی از مهمانان ما که در گفتگوهای بسیاری با ما شرکت کرده پروفسور هوشنگ امیراحمدی هستن، استاد برجسته روابط بین‌الملل از دانشگاه رادگرز نیوجرسی. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب پروفسور کنگرلوی عزیز، افتخاریه باهاتون صحبت کنم، هستم در خدمت. بله، ما در بخش انگلیسی همین برنامه این هفته در رابطه با رابطه ایران و آمریکا، تاریخچه رابطه ایران و آمریکا و اینکه قبل از انقلاب ایران با آمریکا چه رابطه‌ای داشت، بعد از انقلاب چه رابطه‌ای داشت و دلایل این رابطه و اثرات این رابطه. من ابتدا از شما می‌خوام که به ما یک تاریخچه خیلی کوتاهی در درباره رابطه ایران و آمریکا در زمان پهلوی‌ها به ما بدید که بعد ما این رو در یک تباین و مقایسه‌ای با رابطه ایران و آمریکا در زمان جمهوری اسلامی قرارش بدید. بفرمایید. بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم که رابطه ایران آمریکا از سالهای 1860 شروع میشه که سفیر رد بدل کردن. اون موقع رابطه فقط یه رابطه خیلی خیلی کالچرال بود، فرهنگی بود. امریکایی‌ها تو ایران بیمارستان داشتن، دبیرستان مدرسه میساختن و بیشتر میشنری‌ها اونجا بودن و همین نرس‌ها و دکترها و معلم‌های میشنری از معمولاً کریستیان‌ها و اینا میمدن اونجا. و این رابطه خب یه مقدار بعداً در انقلاب مشروطیت یه حالت احساسی پیدا کرد. در 1907 یک امریکایی که تصادفاً فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون، همین جایی که من زندگی میکنم، بود به نام هاوارد سی بسکرویل. بسکرویل یه جوان 24 ساله بود، تازه لیسانس گرفته بود و بعد پاشد به عنوان یه میشنری معلم اومد ایران. درست 1907 بود، درست وقتی بود که انقلابی‌های مشروطه تو خیابونا بودن. ایشون رفت تبریز برای میشنش. تو تبریز ستارخان و باقرخان و اینا تو خیابونا با اینا داشتن با ضد انقلاب و روسا و اینا می‌جنگیدن. این جوون وقتی که اونجا میرسه تحت تاثیر انقلابی‌ها قرار می‌گیره و میپیونده به اینا. بعد توی اون دعوا بعد از مدت کمی کشته میشه که هنوزم قبرش در یکی از قبرستان‌های مهم تبریز جاییه که مردم میرن گل میذارن. تو اینجوری شروع شد رابطه ایران امریکا. بعد از اون امریکایی‌ها، تعداد زیادی از امریکایی‌های اقتصاددان توی کارهای به اصطلاح اداری و اینا رفتن ایران، مثلا مورگان شوستر و غیره، اینا اومدن سیستم‌های مالیات ایران رو، وزارت دارایی رو، وزارت اقتصاد ایران رو سرهم کردن. این تقریباً شروع با شروع دولت رضا شاه مطرح بود دیگه، سالهای 1926 امریکاییمون. به هر حال اون موقع اینا دیگه اونجا بودن که خب جنگ جهانی اولم در قبل از اون در جریان بود، یه مدار به این جریان ها صدمه زده بود، ولی با این وجود امریکایی‌ها دوباره برگشتن بعد از جنگ و شروع کردن به کار کردن. این جریان همینجور خیلی خوب آروم به خوبی داشت ادامه پیدا میکرد. مردم ایران امریکایی‌ها رو دوست داشتن. امریکایی‌ها تو ایران فقط حضور سیاسی داشتن ولی بیشتر فرهنگی کار میکردن تا جنگ جهانی دوم شد. جنگ جهانی دوم متاسفانه یه مقدار برق رو برگردون. متحدین برای اینکه بتونن ناتسی ها رو، فاشیست ها رو در مسکو، در شوروی اون موقع شکست بدن، میترسیدن که وقت اگه هیتلر مسکو رو بگیره اون وقت فاتحه اروپا خونده است. اینه که امریکا با انگلستان و روسیه با هم، روزولت و استالین و عرض کنم که چرچیل، در تهران یه ملاقات معروف کرده که متعاقه به اون قرار شد که تهران رو اشغال کنن، ایران رو یعنی. و این کارم کردن نیروهای امریکایی، اروپایی که انگلیسی و اینا اومدن ایران رو اشغال کردن که
اسلحه و مواد و اینا از طرف ایران ببرن به روسیه و خب این کار رو کردن. متاسفانه در اون دوره یک فاجعه ای تو ایران اتفاق افتاد، برای اینکه تمام این راه ها و مواد غذایی و اینا تماما در اختیار این نیروهای به اصطلاح چیز قرار گرفت، بهش میگن اشغالگر، و ایران بیش از بین نمیدونن هیچ کس بین 5 تا 7 میلیون ایرانی مرد. یه عده توی به اصطلاح مریضی بود، مقدار قحطی غذا بود، از گرسنگی مردن و واقعا وحشتناک بود. خب بعد از جنگ ایران معروف شد به پل پیروزی و خب این نیروها به کمک به دلیل همین مسیر ایران تونستن ناسی ها رو شکست بدن در روسیه و اون شروع مثلا تخریب هیتلر شد. به همین دلیل هم ایران لقب پل پیروزی گرفت، هنوز هم هست تو کتاب ها برام، پل پیروزی جنگ جهانی دوم علیه ناسی ها. خب اون موقع وقتی که الایت فورسز اومدن اشغال کردن ایرانو، اولین کاری که کردن رضا شاه رو چیز کردن، برکنار کردن، تبعید کردن به خارج از ایران. پسرش که جمون بود محمد رضا شاه رو آوردن سر جا سر کارش، و اون اصلا جریان دیگه اون عظمت و اون نظمی رو که زمان رضا شاه وجود داشت به هم ریخت. عملا کشور خیلی شبیه کشور دموکراتیک شده بود، هر کس هر کاری میکرد به هم ریخته بود، آشوبگری و کیاتیک و اینا بود. رضا شاه هم جوان بود، کاری نداشت با این کارا، و خیلی اوایل زندگی رضا شاه دوره بسیار دموکراتیکی ایران، شما از 1944 امریکایی تا 1953-54 بعد از کودتا، این دوره بسیار دموکراتیکیه تو ایران. هم شاه کاری نداره، هم جنبش های ملی هست، جنبش های مردمی هست، انواع اقسام احزاب هست. یکی از درخشانترین دوره های دموکراتیک ایرانه. خیلی جالبه اون دوره. حالا کار ندارم، به هر حال بعد از جنگ روسا دبه در آوردن و گفتن ما تو ایران میخواییم بمونیم، رفتن دنبال آذربایجان و کردستان که اینا رو جدا کنن، اما امریکایی‌ها پاشون رو توی کفش کردن که تو باید بری وگرنه ما یه بحران داریم با شما و جنگ میکنیم. در واقع عملا اولین بحران امریکا با شوروی سر کوبا نبود، سر ایران بود، زیرا که استالین مجبور شد بکشه بیرون، استالین رو مجبور کردن بره و آذربایجان برگشت و کردستان برگشت و جریان ادامه پیدا کرد. اون حرکت، اون چهره ای رو بدی رو که در زمان دوران جنگ جهانی دوم برای امریکا در ایران ساخته بود و عوض کرد. یه دفعه امریکایی ها تبدیل شدن باز به طرفدارای ایران، طرفدار استقلال ایران، طرفدار یک پارچگی ایران، به واقعیت این بود که اینجوری هم بود. ولی خب بعد از جنگ جهانی دوم متاسفانه جنگ سرد شروع شد. جنگ سرد که شروع شد، حزب توده و نیروهای چپ خیلی قدرت پیدا کرده بودند و اینا تخم ضد امریکایی رو تو ایران شروع کردن به کاشتن و هر چه بیشتر نیروهای جوان ایران رو مسموم کردن با این حرف، این چی در جریان ضد امریکایی که امریکا دشمن ایران و فلان، و تا اینکه ولی خب با این وجود نتونسته بودن کار مهمی بکنن. هنوزم امریکا یه آبرویی داشت و حیثیتی داشت تا به اصطلاح کودتای 53 رسید، 1953 علیه مصدق. در اونجا مثلا این پروپاگانداهای متفاوتی که شد باعث شد که امریکایی‌ها یه مقدار دیگه خیلی زیادی تو سرشون بخورن تو ایران و ضدیت با امریکا بیشتر شد. و این خیلی جالبه، در دوره قبل از این تاریخ دولت ایران ضد امریکا، مردم طرفدار امریکا بودن. بعد از کودتای 28 مرداد مردم ضد امریکا و دولت طرفدار امریکا شد. یعنی یک شکافی ایجاد شد بین مردم و دولت سر امریکا. مردم به خاطر نمیدونم کودتا و اینا ضدیت پیدا کردن، ولی دولت شاه یواش یواش شد از بهترین دوستای امریکا. این جریان همینجور ادامه داشت تا انقلاب 57
که خب مردم ریختن تو خیابون شاه رو برکنار کردن و گفتن امریکا هم باید بره، گروگان گرفتن و دیگه بقیه داستان ها رو شما میدونید که واقعا یه فاجعه ایجاد شد. یعنی من اعتقاد دارم بعد از واقعه 1953 که به نظر من دلیل دشمنی جمهوری اسلامی با امریکا نیست، برای اینکه اینا اصلا چه اهمیت نمیدادن به مصدق و به اون جریان ملی، اصلا ضدش بودن، مثلا کاشانی و اینا طرفدار کودتا بودن، آیت الله کوشانی و کاشانی و اینا کار ندارم. ولی بعد از وقتی که انقلاب که شروع شد مردم تو خیابون ریختن، متاسفانه این ضدیت با امریکا عمده شد، هم جمهوری اسلامی عمده کرد، هم حزب توده و هم نیروهای چپ، و گروگانگیری شد و اون گروگانگیری شد نقطه عطف تاریخ جدید امریکا با ایران. و واقعا اون نقطه اونجا بود که همه چی به هم خورد، همه چی خراب شد. واقعا هنوزم که هنوزه، همین امروز هم که داریم صحبت میکنیم، نسلی که در امریکا حاکمه مثل آقای بایدن یا قبل از اون آقای ترامپ، اینا نسل گروگان ها هستند. یعنی اینا که نسل زخم خورده از گروگان، دقیقا نسل زخم تحقیق شده به وسیله گروگانگیری. کسی اینا توجه بهش نداره که این نیروهایی که الان حکومت میکنن تو این کشور، اینا از اونن، اینا توی بدنشون سم گروگانگیری رو دارن. من یادم آقای جورج شولتز که حتما میشناسید، یادم خیلی گنده وزیر امور خارجه بوده، وزیر دفاع بوده، همه داره، یه روزی منو دعوت کرد، حرف مثلا 20 سال پیشه، منو دعوت کرد خونش تو استانپورت، خیلی منو دوست داشت، با من دوست بود، منو دعوت کرد خونش تو استانپورت، یه نهار با من خورد، تابستونم بود، بیرون نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم. این آدم خب موقع دیگه بازنشسته شده بود، برگشت، ولی نوچش یا نوچه‌هاش سر کار بودن. کیا بودن؟ جورج بوش پسر و کاندالیسا رایس، اینا نوچه‌هاش بودن. من دعوت کرد و من گفت که آقای دکتر شما میخوام با تو در مورد ایران حرف بزنم و میدونم که تو میخوای این رابطه رو درست کنی، من میخوام با تو همکاری کنم. گفتم حتما. برگشت ولی یه چیز جالبی من گفت، هیچ وقت فراموش نکردم، برگشت گفت که آقای دکتر ما باید این رابطه رو حتما درست کنیم، از اینکه ایران رو از دست دادیم ما ناراحتیم، باید ایران برگرده به ما و ولی کمک میخوایم. و اما نکته مهمی که گفت این بود، گفت من هیچ کشوری رو، یعنی هیچ حکومتی رو، برگشت گفت آقای چیز، گفت آقای شولتز، من هیچ حکومتی رو در دنیا نمیشناسم، با اینکه 60 سال توی سیاست امریکا بودم، نمیشناسم که به اندازه جمهوری اسلامی ما رو هارم کرده باشه، صدمه زده باشه. این جمله‌ش من اینو نوشتم، گزارشم کردم. بعد من تصادفا برگشتم گفتم که ویتنام چی؟ گفت آقای دکتر ویتنام ما هارمشون کردیم، اونا که هارممون نکردن که. ولی در مورد ایران، ایران هارممون کرد قبل از اینکه ما هارمشون بکنیم. و بعد من یه دفعه باور کن لرزیدم. گفت که با این وجود آقای دکتر ما حاضریم ایران رو ببخشیم اگه بتونیم نرمال کنیم عادیمونو، رابطمونو، اما آسون نیست، من میخوام بهت کمک کنم. نکته که من دارم این بود که آقای جورج شولتز برگشت به من گفت، اصلا تو چشم من، که هیچ حکومتی به اندازه جمهوری اسلامی امریکا رو هارم نکرده. هارم خیلی کلمه قویه، خیلی بارداریه، خیلی قویه هارم. من اصلا موندم، برحال کار ندارم. به نظر شما آیا منظورش از هارم اینی که به منافع ملی امریکا صدمه زده، یا امریکا رو به تصویر امریکا رو در ذهن جهانی تحقیر، گفت که ما میدونستیم زور کاربرد داره، ما میتونستیم بمب بزنیم تهران رو از رو زمین برداریم. اینه من گفت ما میتونستیم هر کاری بکنیم، گروه پدر 52 تا آدم امریکایی، اگر ریگان بود شاید میکرد، میگفت. ولی اولا که کارتر بود، گفت ولی ما وقتی تو کاخ سفید هر موقع میشستیم میگفتیم با ایران چه کار کنیم، اولین چیزی رو که از روی میز برمیداشتیم جنگ بود. میرفتیم اونجا میگفتیم آقا بیا بریم کاربرد زور، بریم زور بکنیم به این کشور.
به محضی که میرفتیم رو میز میشستیم، اولین اتفاقی که میفتاد زور از میز برداشته میشد. میگم من هنوزم نمیدونم چی میشد، چه اتفاقی میفتاد که ما بلافاصله توی کاخ سفید، توی اتاق اکشن، اون چیز سیچویشن روم میشستیم در مورد ایران صحبت بکنیم که باید چه کار کنیم و میرفتیم که تصمیم بگیریم زور به کار ببریم. ولی از اتاق که برگشته بودیم زور از میز برداشته شده بود. و متاسفانه این همینو یک جنرال امریکایی هم سالها بعد این همینجوری گفت که من بارها توی اتاق عملیات کاخ سفید بودم سر ایران و رفتیم اونجا که صحبت از کاربرد زور بود و چه زوری به کار ببریم، وقتی از اتاق اومدیم بیرون زور از میز برداشته شده بود. دیگه هنوزم من که جنرالم هنوز نمیفهمم. واقعا این نکته بسیار ظریفیه. و این که چرا یک کشوری با توانایی نظامی امریکا در مورد ایران زور به کار نمیبره ولی در مورد عراقی که به امریکا کار کرده بود، منافع امریکا رو مورد خطر قرار نبود، هیچ ارتباطی به گروگانگیری نداشتن، به عراق حمله میکنن، به افغانستان حمله میکنن ولی با جمهوری اسلامی این همه مدارا میکنن. این یک طرز تفکر فرهنگی در درون سیاستمداران و نخبگان سیاسی آمریکا است که خیلی مهمه، به ضرر ایران هم تمام شده. تصادفاً این خیلی چیز مهمیه. من اینو پرسیدم بارها، جواب همیشه این بوده که ایران یک کشور استثنائیه، تاریخی، تمدنی، فرهنگیه، ما ایران رو استثناء میکنیم. میگفت ما فرق نمیکنه، گروگان گیری ما رو زخمی کرده ولی ایران رو ما نمیتونیم ببینیم با ایران بجنگیم. ما به ایران که نگاه میکنیم به یک عظمت نگاه میکنیم، به یک فرهنگ نگاه میکنیم، به یک تاریخ و تمدن نگاه میکنیم. ببین آقای سایرس ونس، نمیدونم دفعه قبل بهت گفتم یا به کی میگفتم، سایرس ونس دوست من بود، اولین رئیس هیئت مدیره شورای امریکاییان و ایرانیان بود که من رئیسش بودم، اونا رئیس هیئت مدیره بود. من خونش زیاد میرفتم، خیلی با هم منو دوست داشت. یه روز رفتم، اولی بار که رفتم خونش، منو برد تو اتاق کارت. یه دفعه باور کنید داشتم به سکته رسیدم، یه دفعه دیدم تمام پرده های این اتاق و مبلای این اتاق نقش تخت جمشیده، تمام ستون های تخت جمشید، نقش تخت جمشید، تمام این اتاقش، مبلمانش، تمام دکوراش تخت جمشید بود. یه دفعه من گفتم سای I'm amazed, surprised, what's going on here؟ گاره این از پدرم من به یادگار بردم، بی خود نیست که اسم من سایرسه. پدرم عاشق ایران بود، ایرانم بوده و اینا رو وقتی که اونجا بوده اینا رو چیز کرده، سفارش داده، از ایران اومدن اینا. پس شما این داستان توطئه‌ای رو که در میان بعضی از ایرانی ها وجود داره که کارتر و ادمنستریشن کارتر و حکومت کارتر در سرنگونی و توطئه برای سرنگونی آخرین پادشاه پهلوی نقشی داشتن، اینو قبول نداری؟ نه ببین، من قبول دارم ولی به یک فرم دیگه قبول دارم. من اعتقاد ندارم که انقلاب و کارتر را انداخت. من انقلاب ندارم، این قبول ندارم که کارتر واقعا میخواست شاه بره یا امریکایی ها، هیچ کدومشون. اما اینا اولا فیلیر این جریان باید به گردن CIA باشه. CIA و یک سری از دوستای نزدیک شاه کاوراپ میکردن مشکلات شاه رو، مثلا مشکل بیماری شاه رو. اینا بعدن یه دفعه سورپریز شدن با بیماری شاه، بعد با خود انقلاب سورپریز شدن. اینا یه دفعه متوجه شدن که کارتر یک سال قبلش تو ایران بود، اون سخنرانی جزیره ثبات رو کرده بود، یک دفعه اومد همه چی به هم خورد. کاری که کارتر کرده بود، کارتر یه سیاست حقوق بشری داشت که مختص ایران هم نبود، اینا به همه جا داشت اپلای میکرد و من جمله به ایران از شاه رو زیر فشار قرار داد که یه بودار باز کنه. خب کارتر اینجا سیاست فضای باز سیاسی گذاشتن، دقیقا. بعد خب کارتر هم ایران رو نمیشناختن، فکر میکردن حالا میشه شاه
فضای سیاسی رو باز کنیم، ایرونی ها هم آدم های درست حسابی میان میگن باشه حالا که باز کردی با هم کار کنیم، نمیگفتن که حالا که باز کردی حالا باید سرنگونت کنیم. یعنی به جایی که استفاده کنن از فضای باز سوء استفاده کرد. این نیرو چپ بود، نمیدونم ماخوند بود، توده‌ای بود، شاه بیچاره اومد باز کرد فضای سیاسی، همون باز شدن با انتهای شاه. خب یعنی بعدن خب خیلی هم مقاومت کرد امریکا، ولی بعدن در گوادلاپو کسی که فشار زیادی آورد که شاه باید بره ژیسکار دستان بود، رئیس جمهور فرانسه بود، امریکا نبود. امریکا بازم داشت فشار می آورد که نه. بالاخره بعد تو ایران هم، تو ایران هم سالیوان خب اونم نامردی کرد، اون چیز بود دیگه، به اصطلاح سفیر امریکا توی ایران، سفیر امریکا در ایران، اونم نامردی کرد به شاه و به دروغ، گزارش‌های خیلی دروغ‌تری از ایران به کارتر و اینا میداد. مثلا اگر مثلا یه تظاهرات 10,000 نفره بود میگفت 1,000,000 نفر تو خیابونن، اینجوری صحبت میکرد. من اینا رو از نزدیک میدونم، اینا رو چیزایی که من با اینا صحبت کردم. بعد خود سلیمان بارها یه دفعه با خود منم گفت همون اوایل که منم تو این جریان دروغ میگفتم، برای که من از شاه دیگه خوشم نمیمد. سفیر انگلستانم اون موقع از شاه بعدش اومده بود یواش یواش، هر توشون افتادن دنبال ژیسکار دستان و بعد فشار رو آوردن روی رؤسای جمهورشون. به هر حال میخوام بگم که من اعتقاد ندارم که انقلاب 57 و امریکایی‌ها تدارک دیدن و میخواستن شاه حتما بره، ولی در همین حال هم شاه یه سری اشتباهاتی کرده بود که یه سری نگرانی‌هایی رو در امریکا و در اسرائیل ایجاد کرده بود. شاه در 4-5 سال آخر عمرش، حکومتش، اگه خوب به سخن و چی سخنرانی ها به مصاحبه هاش مخصوصا با تلویزیون بی بی سی گوش بدی، مرتب داره از اسرائیل بد میگه، داره مرتب داره از لابی اسرائیل حرف میزنه، داره مرتب داره از یهودی هایی که ضدشن توی روزنامه ها و اینا هستن و همش میگن من دیکتاتورم و اینا حرف میزنه. بعد یواش یواش کشیده بود به طرف شوروی، اون موقع داشت از شوروی اسلحه میخرید، کامیون میخرید، بعد لوله گاز میکشید، بعد صنعت به اصطلاح ذوب آهن و اینا رو گرفته بود. یواش یواش شاه برای اینکه تعادلی حفظ کنه، اون استقلالش رو ذره بیشتر کنه، شاه رفته بود یه مقدار طرف روز شوروی، اون موقع از اون طرف هم یک مقدار با روز از انگلیسی ها و امریکایی ها و اینا و اسرائیلی ها داشت فاصله می گرفت و علیهشون شروع کرد به حرف زدن. مخصوصا چند تا صحبت داره در مورد انگلیسی ها که خیلی تنده، به طرف میگه شما عادت کردید به ایرانی که بهتون بگه بله تو سرش بزنید، گذشت اون زمان. بله بهشون میگه چشم آبی ها. دقیقا اینه که این مجموعه از اینا در داخل، این فضای بازی که ایجاد شد تبدیل به انقلاب شد، جنبش شد، در بیرون هم یه سری گزارش های غلط به این رؤسای جمهور میدادن، بعد یه عده ضد ایرانی پیدا شده بودن که اینا ضد شاه، که اینا ضد کمونیست بودن. سلیمان چرا ضد شاه شده بود؟ برای اینکه فکر میکرد شاه داره به کمونیستان نزدیک میشه. بله، و یا همین، یعنی یه حالت شاه رو یواش یواش تبدیل کردن به آدمی که این ممکنه مثلا حزب توده رو بیاره وزیرم بکنه. و تصادفا یادتون باشه شاه این کار رو کرده بود در زمان انقلاب سفید، وقتی که اصلاحات ارضی شد وزیر کشاورزیش بود، رئیس اصلاحات ارضیش کی بود؟ ارسنجانی. ارسنجانی که بود از رهبرای تاپ توده ای. بله، شاه در اون چیزش کابینه دولت چیز وزراش 3-4 تا وزیر توده ای داشت، حتی ولیان یکی از اینا بود، ارسنجانی بود، خیلی اینا بودن که سوابق. یکی دیگه از اونا استاندار خود من، من توی کوکیله بوی رحمت جوان 22 ساله بودم، مهندس کشاورزی تو کوکیله بوی رحمت کار میکردم، استاندار من مرحوم امیر ابراهیمی، فریدون امیر ابراهیمی،
از رهبرای جوانان حزب توده بود، شده بود استاندار شاه. آره میخوام بگم که این کار این چیزا هم خب این CIA بود، نمیدونم موساد و اینتلیجنس سرویس انگلستان و اینا هم خب اینا رو زیر نظر داشتن، خرکی نبودن، میشناختن همه اینا، اینا چهره های بسیار آشنایی بودن تو دنیا. و بعد یه دفعه به این هم به اینا مشتبه شده بود یا به این نتیجه رسیده بودن که شاه داره یواش یواش باز میکنه، میدونید این دیکتاتوریش عملا به دیکتاتوری پرولتاریا داره. میدونید البته شما اگر توجه کنید که مثلا خریدهای نظامی که شاه از مخصوصا خریدهای اون جنگنده های بسیار پیشرفته F-14 که از امریکا خریدن، که 80 تا خرید، حتی نیروی دریایی امریکا هم هنوز بهش دسترسی نداشت یا اسرائیل هم بهش دسترسی نداشت، اینا نشون دهنده این بوده که از نظر سازمان و تشکیلات و ایدئولوژی هنوز خیلی به حکومت آمریکا نزدیک بود و قصد اینه که بقول آمریکا یا جامپ شیپ. آره ولی یادتون باشه اون موقع زمان نیکسون بود، کارتر نبود. نیکسون کارتر استاپ متوقف کرد اینا رو. نیکسون بود که در اساس در چارچوب دکترین نیکسون داشت عمل میکرد. دکتر نیکسون این بود که امریکا باید از منطقه یواش یواش خودشو بکشه، بعد این بزرگان منطقه رو بکنه آقای اونجاها، که شاه شد یکی از اونایی که باید حافظ منافع امریکا باشه. و حتی از شاه خواستن بره ظفار توی جنگ با چیز عمان و جنگ ظفار و چیزهای دیگه، و این اسلحه ها رو در اون چارچوب و اون فکر به شاه میدادن. ولی وقتی که جمهوری خواها رفتن، دموکرات ها اومدن، دریان عوض شد یه مقدار، اینا رفتن به سوی حقوق بشر و از این چیزایی کارتر، و اون مشکل ایجاد کرد برای شاه. و همزمان هم شاه رفت به طرف به اصطلاح چیز دیگه، نقد و نقدهای تند علیه امریکا، انگلیس، اسرائیل، نزدیک شد به روسا، و همه با هم حرکت میکردن. از یه طرف غرب داشت به سوی حقوق بشر حرکت میکرد، فشار به امریکا ایران میآورد، به شاه میآورد، شاه از اون طرف داشت عکس العمل نشون میداد، نقد میکرد از اینا و میرفت به طرف شوروی. اون موقع تمام این جریان ها با هم یک وضعیتی ایجاد کرد که، ولی خب روسا، شاه میدونست روسا دوست ایران نبودن، دوست شاه نبودن، دوستا در برها روسا در تحلیل نهایی کمونیست بودن، برها سوسیالیست بودن، اون موقع هنوز هم اونا بودن دیگه، و هنوز هم اونا دنبال حزب توده بودن و از این حرفا. ولی در ایران زمان انقلاب، ایران سال 54 55 56 بیشتر نیروهای چپ هنوز شاه رو و ایران رو یکی از اقمار سرمایه‌داری جهانی می‌دونستان. به شاه تهمت‌هایی که می‌زدن، می‌گفتن سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا، نمی‌دونم نوکر حلقه به گوش سرمایه‌داری جهانی، و به هیچ وجه یعنی این خصومتی که در دل رهبران جمهوری اسلامی که هم پالیکی‌هاشون و هم یارانشون و متحدینشون برای در راه سرنگونی که سال 55-56 نارامی‌هایی که در این انجام شد، این اتحاد نامقدسی که بین نیروهای اسلامی و نیروهای چپ در ایران بود، سر یک مسئله با هم دیگه توافق داشتن، و سر این اون مسئله این بود که آمریکا حمایت کننده و حامی اصلی پادشاه ایران هست، و دلیل اینی که اینا کارشون برای سرنگونی حکومت پهلوی سخته به خاطر حمایت آمریکاست، و این باعث دشمنی اینا شد. که محاسبه بر اساس تجربه شده غلطه، این محاسبه غلطه. بله ببینید غلط بود. ببین این پروپاگاندای حزب توده بود که با بخشی از پروپاگاندای جنگ سرد بود. جنگ سرد شدید بود، تصادفاً ایران به طور رسمی جز غیر متعهدها بود، اصلا از رهبرای غیر متعهد بود شاه، و اصلا بیشتر تمام این کنفرانس های غیر متعهد و شاه یکی از اعضای اصلیش بود. شاه به هیچ وجه به طور رسمی مثل اروپا مثلا یا بعضی از کشورها در کمپ امریکا نبود.
ببین دو تا کمپ بود، کمپ شوروی و کمپ امریکا، اینا اعضای مشخصی داشتن. بعد یک کمپ هم این وسط بود به نام غیر متعهدها. شاید توی کمپ غیر متعهدها بود، مثلا با یوگسلاوی، با عبدالناصر مصر، هندوستان، بله هندوستان، اینا در این جمع بود. شاید به هیچ وجه هرگز به طور رسمی تو کمپ به اصطلاح سرمایه‌داری نبود، از اعضاش نبود، هیچ وقت و هیچ جریانشون شرکت نمی کرد. روابط حسنه با شوروی داشت، با چین داشت، با تمام کشورهای دنیا داشت. ولی خب پروپاگاندای حزب توده و چپ و بعد این چپ هم این نیروهای مذهبی هم با مسموم چپ ها شدن، از چیزم شروع شد، از مجاهدین قبل از این، از نهضت آزادی ها، بعد از اون مخصوصا با این نیروی مذهبی که بعدا اومد به این این علی شریعتی ها، مطهری ها، اینا اومدن دیگه. جلال آل احمد، دقیقا علی شریعتی عملا یکی از نوچه های مذهبی اما حزب توده بود. حزب توده یک لاین مذهب داشت، یک جوان های زیادی داشت که به اینا مخصوصا گفته بود که برن مذهبی بشن که درون مذهبی ها نفوذ کنن. یکی از کارهای حزب توده، اصلا سیاست حزب توده سیاست نفوذ بود. تو ارتش نفوذ کرده بود، توی سباق نفوذ کرده بود، توی آخوندان نفوذ داشت، توی همه جا نفوذ داشت، رادیو تلویزیون، بله بله. اصلا این نفوذی، بحث نفوذی را حزب توده را انداخت توی ایران. اصلا حزب توده یکی اساس کارش نفوذیگری بود. حالا بنابراین حالا برگردیم به رابطه جمهوری اسلامی و امریکا. ایران با امریکا رابطه سالم و ضروری میدونید و اینی که جمهوری بر اساس این تاریخچه‌ای که شما گفتین جمهوری اسلامی در حقیقت دچار خطای بسیار فاحشی شده در این خصومت بیدلیلی که با امریکا در این تنور امریکا ستیزی میدمه و این امریکا ستیزی براش از دید رهبران جمهوری اسلامی براشون یک دکان آبداری هم. البته ظرف حداقل 20 سال گذشته، ولی در تمام 40 سال گذشته این خصومت باعث شده که ایران روابط اقتصادی معنیداری نه با دنیای غرب داشته باشه نه با امریکا داشته باشه و اقتصاد ایران نتونه اون قابلیت‌هایی رو که داره که اینتگراسیون بشه و واقعا تجمیع پیدا بکنه و عضو جامعه جهانی بشه، نتونسته اقتصاد ایران از رابطه نزدیکی با دنیای خارج برآورده میشه. ببین جالب اینجاست که کشوری مثل چین که علنا کمونیست، عضو واقعا اردوگاه کمونیست بود، ناگهان از طرف امریکا و غرب پذیرفته شد که تشریک مساعی در این شکوفای اقتصادی چین بکنن با وجودی که کمونیسته. ولی من یادم در زمانی که من در ایران دانشجو بودم در سالهای قبل از انقلاب، از زبان نیروهای سیاسی میشنیدم که رابطه با امریکا رابطه گرگ و میشه و هر نوع رابطه با امریکا مخصوصا رابطه اقتصادی یک رابطه استثماریه، در صورتی که امریکا با چین یک رابطه برقرار کرد که چین رو در ظرف 40 سال گذشته دارای رشد اقتصادی دو رقمی کرد که تبدیلش کرده به یکی از ابرقدرت‌های جهانی. چه چیزی به نظر شما در ذهن و روح سیاسیون هم اون روز و هم امروز کم بود که یک همچین امکانه، یعنی ما میتونستیم چین امروز باشیم اگر رابطه‌مون رو با امریکا حفظ کرده بودیم و این و همون قابلیت‌هایی که یعنی بازار کاری که نیروی کار متخصصی رو که چین به سرمایه‌داری جهانی عرضه کرد رو اگر ایران عرضه می‌کرد، همونطوری که امروز ویتنام داره عرضه می‌کنه، کشوری به اندازه ایران با قابلیت‌های بسیار کمتر از ایران، همون رابطه رو داره با آمریکا برقرار کرده با وجودی که 8 سال با آمریکا جنگ خونین داشت، ولی تونستن بر اون دشمنی، بر اون تاریخچه جنگ ویتنام فائق بیان و منافع اقتصادی خودشون رو در رابطه دوستانه با آمریکا ببینن. الان چین ویتنام شده چین جدید و دارای یک شکوفایی اقتصادی بسیار بسیار پویا هست. چه چیزی در درون انقلابیون ایرانی از آقای خامنه‌ای گرفته تا صادق قطب‌زاده تا چریکای فدایی خلق تا مجاهدین تا تمام حتی اپوزیسیون امروز، این امریکا ستیزی در مقایسه با منافع اقتصادی چطور هست که این شهوت امریکا ستیزی
اینا به اینا اینا به قول معروف این کارد رشد اقتصادی، حاضرن رشد اقتصادی ایران رو فدای امریکا ستیزی خودشون میکنن. چه چیزی در این هست که ما بتونیم در این چند سال آینده برش فائق بیاییم و این گفتمان اپوزیسیون رو به مرحله جدیدی ببریم و امریکا ستیزی رو هم در درون اپوزیسیون و هم در درون کشور نشون بدیم که بر علیه منافع بگیست؟ بله، عرض کنم برای درک این مسئله و این سمی که توی ایرونی ها رفته و از روحانیون تا غیر روحانیون، باید برگردیم به انقلاب اکتبر 1917. شوروی اولین کشور کمونیستی جهان همسایه ما بود. ما بخش عظیمی از نیروهای ما، روشنفکرهای ما مخصوصا و کارگرهای ما در اونجا کار میکردن، همه اون بر بودن. بعد این نیرو یواش یواش تأثیر بلشویک ها و انقلابی های اون موقع کمونیست شد، چپ شد، سوشالیست شد. اینا اومدن در 1920 گیلان رو گرفتن، به یک جمهوری دموکراتیک گیلان درست کردن که بعد رضا شاه بعدها اومد اینا رو از بین برد. کار ندارم حالا. ببین از اونجا بعد این نیروی گروه 53 درست شد که بعد تو زندان رضا شاه رفتن و بعد از اون تو ایرانی ها و اینا اومدن بیرون که از رهبرای حزب توده هستن، بزرگ علوی و غیره. برای از اونجا شروع شد. بعد حزب توده یواش یواش شکل گرفت و بعد متاسفانه این وسط وقتی که این اتفاق داشت میوفد، یعنی وسط این جریان ایدئولوژیک داشت از روسیه یا از شوروی داشت میومد به ایران، همزمان چند تا اتفاق افتاد تو ایران که کمک کرد به اینا. یکی از این اتفاقات خب به هم ریختگی کشور و بلا فاصله پشت سرش جنگ جهانی دوم بود. جنگ جهانی دوم عرض کردم باعث شد که یک مقدار چهره امریکا خراب بشه. بعد اگر چه درست شد، بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد شروع شد. جنگ سرد که شروع شد اون وقت دنیا دو قطبی شد و این نیروهای سوسیالیستی که گفتم از روسیه و شوروی اومده بودن، از گیلان شروع کردن، هی اومدن تو آذربایجان و این بعد حزب توده را درست کردن. اینا شروع کردن به سم ضد امریکایی رو به نفع شوروی پاشوندن تو ایران. یادتون باشه حزب توده اولین نیروی روشنفکری توده‌ای کشوره، یعنی شما قبل از اون روشنفکر داری ولی هیچی که از این روشنفکرها یک سازمان تشکیلات سازمان یا تشکیلات توده‌ای قوی ندارن. حزب توده اولین حزبیه که واقعا تو تمام جای ایران نفوذ میکنه، تو مغز جوانای ما میره. پس یک نیروی عظیمی از جوانهای طبقات متوسط ما رو، دانشگاهیار ما، روشنفکرای ما رو حزب توده مسموم میکنه با همین ضد امریکایی بودن. بعد کودتای 53 بازم به کمک اینا میاد. خب به کمک اینا میاد، حتی امریکا رو بیشتر. یعنی در هر مرحله‌ای هرچی حزب میگفت یک عملی اتفاق میافتاد که نظر حزب رو تایید میکرد. حتی تز میگفت این بر علیه ماست، وقتی یک کودتا میشد میگفت دیدی من گفتم این نمیخواد باز آدم بشیم، نمیخواد ما این متاسفانه این تطابق اتفاقاتی که حزب توده مینداخت و اتفاقاتی که از طرف امریکا یا دوستاش تو ایران میافتاد باعث شد که امریکا یواش یواش بدنام بشه درون مردم. و این مردم یعنی همین آخونده، مردم یعنی همین دانشگاهی ها، مردم همین حزبی ها، حرفه ای ها، همه اینا که رسیدیم به انقلاب 57. و اما به نظر من هرچی بود در انقلاب 57، به نظر من در اون مقطع یک چیز مهمترین عامل این ضد امریکایی بودن به تداوم این مشکله و اون جنگ قدرتی بود که اول انقلاب تو ایران اتفاق افتاد. آقای خمینی و این آخوندها کشور رو گرفته بودن، امین نمیتونستن نگه دارن، متوجه شدن که بابا مجاهدی هست، توده‌ای هست، فدایی هست، ناسیونالیستی هست، مردم لیبرالی هستن. اینا یه دفعه متوجه شدن که ای دادی بیداد میخوای چیکار کنی با اینا. میدونستن که هم این مردمی که دارم میگم ضد امریکا هم هستن،
اینا اومدن جنگ قدرت رو روی امریکا تمرکز دادن، یعنی اومدن ایرانی‌ها رو تقسیم کردن به اونایی که طرفدار امریکان که جاسوس و خائن و بدن، به اونایی که مخالف امریکان انقلابی‌ان و میخوان کشور بسازن و متمرد همه چیزا گروگان گرفتن که ایران امریکا رو و همه اینا دیگه. یعنی معامل دوم بعد از انقلاب اکتبر که به حزب توده منتهی شد و جنگ سرد و اینا، عامل دوم بازی قدرتی بود که بعد از انقلاب بلافاصله شکل گرفت بین این نیروهای انقلابی و اینا. هم متوجه شدن که ضد امریکایی درون این جمعیت کار میکنه، خودشون رو ضد امریکایی کردن و با اون ضد امریکایی همه این نیروها رو از بین بردن. یادتون باشه شما قبل از اینکه این دانشجوهای خط امام سفارت امریکا رو بگیرن، چپ ها گرفتن، فضای خلق گرفتن که ظرف 24 ساعت خمینی اینا رو بیرون کرد، گفت نه غلط کردید تو باید سفارت، بعد پشت سرش به اونا گفت بیاد بگیرید. چرا؟ برای اینکه هر کس که سفارت امریکا رو میگرفت کشور رو میگرفت، کشور رو میگرفت. در رابطه با مسئله امریکا و نقش امریکا در شکوفایی اقتصادی ایران و اینی که ما به 4 مرحله مشخص اشاره کردیم در ظرف این 45 دقیقه گذشته، یکی دوران رضا شاه بود، یکی 13 سال اول حکومت محمد رضا شاه قبل از 28 مرداد و یکی اون 25 سال آخر حکومتش بین 1332 و 1979 که اون قسمت بیشتر محل از نزاع هست که عده‌ای شاه ایران رو به دیکتاتور بودن و به آشتی ناپذیر بودن و نیروهای سیاسی متهمش میکنن. ولی در هر این 4 مقطع، 16 سال رضا شاه، 13 سال اول محمد رضا شاه، 25 سال دوم محمد رضا شاه و 43 سال حکومت جمهوری اسلامی، ایرانی ها دیدن به چشم خودشون که رابطه با امریکا یک مانع بزرگ در سر راه پیشرفتشون هست و اگر با امریکا رابطه، چه در زمان پهلوی ها و چه در زمان جمهوری اسلامی، اگر رابطه گلالود بشه، تمامیت ارضی ما، منافع اقتصادی ما، پیشرفت ما، توسعه منابع انسانی ما تحت تاثیر قرار میگیره. آیا هیچ متولیانی برای فرموله کردن منافع ملی ما وجود داره، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، که بخواد این مسئله نقش امریکا در توسعه اقتصادی و سیاسی و انسانی ایران رو بخواد به میز مذاکره بین اپوزیسیون و جمهوری اسلامی بیاره و واقعا تعیین کننده باشه، یعنی طوری که با الکوئنس کامل، با توان کامل، با سخنرانی کامل، با قدرت کامل نترسه و لکنت زبان نداشته باشه از این که بگه به نفع منافع ملی ایران هست که با امریکا روابط سالم اقتصادی داشته باشه. البته ما این امروز به مسئله اسرائیل نپرداختیم، ولی جمهوری اسلامی با اسرائیل هم همون رفتاری رو داره. اسرائیل ستیزی هم یه بچه مشخصی از حکومتش هست که امریکا ستیزی هست. به نظر شما متولی فرموله کردن منافع ملی یک کشور کیه و چی در اپوزیسیون ایران کمه که نتونسته منافع ملی، حداقل نقش آمریکا رو در منافع ملی ما فرموله بکنه که مردم بتونن حول اون شعار جمع بشن؟ اجازه بدید که بدون اینکه تکبری باشه بگم که هوشنگ امیر احمدی، من 37 سال از زندگی ما تو این کار گذاشتم. روزی که وارد این رابطه شدم، حتی 5% از طرفدارای خود امریکا هم فکر نمی‌کردن من عقل دارم، می‌گفتن دیوونه است. ما رفتیم یک امریکای وقتیم از با لگب بیرون کردیم، گروگان گرفتیم، حالا یه دیوونه اومده میگه اینو برگردونیم ایران و باش رابطه عادی برقرار کنیم از این حرفا. ولی با افتخار بگم بازم که امروز بعد از 36-37 سال بیش از 90% مردم ایران مثل من فکر میکنن. این مردم ایران، من کاری با حکومتی ها و مخالفین حکومت خارج ندارم، اینا کلن هر دو گروه آفن، به نظر من هر دو گروه خارج نوبتن. این مردم ایران، شما الان فردا در ایران یه رفراندوم بذار سر عادی شدن رابطه ایران امریکا، بهتون قول میدم کمتر از 90% رأی نمیاره. بخش عظیمی از اینا تو خود حکومت هم الان هستن، بخش عظیمی از درون حکومت الان میگن باید این درست بشه. تنها الان به نظر من رسیدیم به یه جایی که فقط یک نفر
صد این رابطه است، اونم آقای خامنه‌ای. من یک شنبه گذشته در برنامه تلویزیون کانال یکم، سازمان آبان یه برنامه داره روزای یک شنبه، من اینو توضیح دادم. تو یک شنبه آینده میخوام ادامه بدم، اونو حتما باید اون نوار رو حتما گوش بدیم ببینیم، من بهت میفرستم. اصلا تمام اومدم یک ساعت صحبت کردم، تمام جریان رابطه ایران امریکا رو آوردم روی آقای خامنه‌ای. گفتم امروز در این نقطه ای که داریم منو حرف میزنیم، فقط یک نفر صد این راهه. نه اینکه مخالفین نیستم، نه مهم نیستم. به نظر من مخالفین اینکه مثلا مخالف رابطه ایران امریکا هستن زیاد مهم نیستن. اونی که مهمه آقای خامنه ایه. و آقای خامنه ای هم چرا نمیتونه؟ خامنه ای توی تله است. ببینید همین برجام. میگم نه برجام ما صدمه زده، برجام پدر من در آورده، ولی داره میره بازم مذاکره کنه. ببین گاهی تو تله میافتی. آقای خامنه ای توی تله است. میدونید این تله رو من بهش گفتم پرید هفته پیش، گفتم تنها راه عبور از این تله اینه که زهر بخوری، جام زهر رو بخوری آقای خامنه ای. چرا؟ برای اینکه راه دیگه ای نداری. آقای خمینی در جنگ ایران عراق 8 سال گفت جنگ تا رفع فتنه. بعد یک دفعه به یک جای رسید گفت نه، برید قطعنامه 598 رو قبول کنید، منم جام زهر رو میخورم. جام زهر مفهومی. یعنی چرا اینجوری؟ برای اینکه آقای خمینی خودش عامل این مشکل شده بود. ایشون باید خودش رو به طور مفهومی از این میدون خارج میکرد، باید به طور مفهومی خودش رو میکشت که بتونه این آتش بس اتفاق بیفته. اگر آقای خمینی زهر نمیخورد امکان نداشت. آقای خامنه ای هم تنها همین راه رو داره. منم با آقای خامنه ای گفتم هفته پیش که به طور مفهومی از امامت یاد بگیر و زهر بخور. مفهومی. برای اینکه خودتو الان آمده این مشکلی، همه اون چیزایی که در اکتبر انتقال انقلاب و اکتبر گرگانگیری نمیدونم کودتا هر چیزی دیگه، تمام اینا میدونید یک شاهی نمیارزه. الان هیچ ارزشی هم تو رابطه ایران امریکا ندارن. فقط یک چیز تو این رابطه مونده، اونم خودتی. میخوای اگه نخوای بکنی مشکلت همینه که میبینی. میخوای بکنی از آقای خامنه ای، از آقای خمینی یاد بگیر بکن. به نظر من نجات پیدا میکنی. حتی ببین من یادمه زمان جنگ ایران عراق مخالفین حکومت، دشمنان حکومت، مخصوصا اون موقع مجاهدین و سلطنت طلب ها، اینا دوتا عمده بودن، میگفتن که تئوریشون این بود، آقای کنگلوی عزیز تئوریشون این بود که جمهوری اسلامی نمیتونه این جنگ رو تموم کنه، برای اینکه اگه تموم بکنه سقوط میکنه. شما برید مطبوعات اون موقع رو بخونید. این اصلا این فکر مسلط بود در مخالفت که جمهوری اسلامی نمیتونه این جنگ رو تموم کنه، برای اینکه اگه تموم بکنه سرنگون میشه. جمهوری اسلامی هم اینو پذیرفته بود، جمهوری اسلامی هم بهش تلقین شده بود که اینا درست میگن و جنگ رو ادامه میداد برای اینکه سرنگون نشه. تا اینکه یواش یواش خب متوجه شد که چه جنگ رو تموم بکنه چه نکنه مثل که داره سرنگون میشه، پس بهتره یه کاری بکنه این جنگ تموم بشه. و برای همینم من یادم 98 یعنی 98 امریکایی 67 ایرانی از من دعوت کردن، یه سخنرانی تو تهران کردم وزارت امور خارجه که گفتم آقا این جنگ تموم بشه شما پیروز میشید، وگرنه نابود میشید. حالا بحث مفصلی داشتم در مورد کاربرد زور در دنیای جدید. نکته‌ای که من دارم اینه که اون موقع من تهران که بودم تمام تهران سنگربندی بود، تمام خیابون‌ها و پمپ بنزین‌ها شنماسه، گونی های سنماسه بود. من از یکی از دولتی هایی که من دعوت کرده بود پرسیدم اینا برای چیه؟ گفت برای اینکه ما فکر میکنیم اگه آتش بس را قبول کنیم با اسفدا ما سرنگون میشیم، ما داریم دفاع میکنیم توی شهر از خودمون. ببینید به اونجا رسیده بود حکومت. امروز هم متاسفانه به آقای خامنه اینجوری گفتن، اینجوری تفهیم شده که اگه رابطه با امریکا را درست کنی سرنگون میشی. و مخالفین حکومت به این درک غلط دامن میزنن، تیشه بریشه خودشون میزنن.
به خودشون تیر میزنن. بابا همون کاری رو که در چیز کردی، سر جنگ ایران عراق کردی، نکن. برعکس بیا طرفدار رابطه بشو با آقای خامنه‌ای، بگو نترس، تو سرنگون نمیشی. نه فقط سرنگون نمیشی، تو این رابطه رو درست کن. من مخالف به تو میپیوندم، برای دست میزنم، برای اینکه به نفع ملته، به نفع کشوره، به نفع منافع ملیه، به نفع اقتصاده، به نفع فرهنگه، به نفع قیافه ایران تو دنیاست. حالا بنده امیر احمدی میخوام سیاست، میخوام اونجا مثلا کشور رو بگیرم، خب نگیرم. رئیس جمهور بخوام بشم، خب نشم. بابا کشور مهمه، نه امیر احمدی، کشور مهمه، نه آقای حسین تقی نقی. برو توی اون چارچوب، اون وقت مردم میان دنبالت، کشور هم میگیری. میدونی متاسفانه ولی این درک نیست، این درک نیست. حالا ما این بحث رو در دفعه دیگه ادامه میدیم، چون بحث خیلی مهمی مطرح شده. من اعتقاد دارم آقای کنگلو باید مخالفین حکومت طرفدار این رابطه بشن، نه فقط طرفدار بشن، فعال بشن، بیان سازمان درست کنن برای حل این مشکل. هر کس که میاد بر علیه ما حرف بزنه. الان نظریه غالب در درون اپوزیسیون این هست که برقراری رابطه مناسب و طبیعی بین ایران و امریکا به استحکام رژیم و به تداوم طول رژیم، طول عمر رژیم منجر میشه، و این واقعا یک دید جهانبینی دوگانه‌ای که الان در مورد حرفی که شما زدیم، به این که به این معنی که رابطه برقرار کردن با آمریکا در حقیقت شما میگین که نه تنها باعث استحکام حکومت نمیشه، بلکه باعث باز شدن فضای سیاسی و باعث دموکراتیزه شدن ایران میشه، در صورتی که دیگران معتقدن که همون کاری که چین کرد، یعنی از مواهب اقتصادی رابطه با آمریکا استفاده کرد ولی گشایش سیاسی رو اجازه نداد، همون مدل رو جمهوری اسلامی هم قصد به جامعه عمل پوشوندن به همون مدل داره و از تمام مواهب اقتصادیش استفاده خواهد کرد، ولی از اجازه نمیده که ملت و اپوزیسیون از مواهب سیاسی باز شدن رابطه بین ایران و آمریکا نرمال شدنش اجازه نمیده که برقرار بشه. و این یه مسئله که احتیاج به بحث بسیار بزرگتری داره و باید یه برنامه رو به این تخصیص بدیم که آیا واقعا رابطه با آمریکا باعث استحاله جمهوری اسلامی میشه یا باعث استحکام جمهوری اسلامی میشه. خب. و اپوزیسیون باید بر اساس یک تحلیل بسیار دقیق موضع خودش رو روشن کنه. بفرمایید. اگر رابطه با امریکا برده استحکام و با دوام پذیری میشه، که شاه باید سر کار باشه الان. شاه که بهترین دوست امریکا بود. همین اپوزیشنی که این حرف رو میزنه، همین اپوزیشن هم میگه که امریکا شاه رو سرنگون کرد. آه ببین، این که جهانبینی نشد. عزیز من، جهانبینی اساسش تجربه است، اساسش علمه، اساسش دانشه. ما خب ببینیم چی اتفاق اونجا افتاده. ما که نمیتونیم همینجوری چیز. من یه برنامه دیگه دارم، باید خداحافظی کنم. اینی که بسیار خوب، این برنامه رو بذاریم برای برنامه. آره قربونت برم، دو هفته دیگه اینو ادامه بدیم. قربونت برم. سپاس از شما برای شرکت در این برنامه و با هم دیگه از همه بینندگان خداحافظی. خواهش می‌کنم. قربانت. خواهش می‌کنم. خداحافظ.